حسن روحانی روز دوشنبه 11 آبان ماه در جمع سفیران و نمایندگان سیاسی ایران در خارج از کشور انتقادی نامعمول از عادل الجبر وزیر خارجه عربستان سعودی کرد. به گفت جوانان کم تجربه در یکی از کشورهای منطقه با درشتگویی در برابر بزرگان به جایی نخواهند رسید وزیر امور خارجه 53 ساله عربستان سعودی کار خود را پس از مرگ سعود الفیصل وزیر امور خارجه کهنگار کشورش آغاز کرد که در 75 سالگی درگذشت این سخنان آقای روحانی در پی گفته های اخیر مقام های ایرانی در مورد کشمکش لفظی میان وزیران خارجه عربستان سعودی و ایران در جریان گفتگوهای وین درباره سوریه مطرح شده است. عادل الجبای روز شنبه نهم آبان ماه در یک نشست امنیتی در بحرین ایران را به دخال در اوضاع منطقه و قاچاق سلاح متهم کرد. آقای جوبیر با انتقاد شدید از سیاست های جمهوری اسلامی گفت ایران به بحرین، عربستان سعودی، لبنان، عراق و یمن سلاح میفرستد و در امور آنها دخالت می کند. این اقدامات موجب تیرگی مناسبات دو کشور می شود. خبرگزاری رویترز به نقل از آقای جبیر نوشت ما دست خود را همواره برای دوستی با ایران دراز کردیم اما این به آنها بستگی دارد که حسن همجواری را بخواهند یا تنش را حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز متقابلا گفته است اگر نگاه عربستان در مسائل کلی منطقه به واقعیت ها نزدیک شود و دست از مداخله بردارد بسیاری از معضلات را میتوان حل و فصل کرد و بازگشت ریاض از مسیر غلط راه را رو برای همکاری باز خواهد کرد آقای روحانی افزود مسائل سوریه یمن و بحرین راه حل سیاسی دارند و این راه ها با تعامل سازنده امکان پذیر هستند عادل الجبر در نشست وین مواضع کشورهایی را نمایندگی می کرد که بر رفتن بشار اسد اصرار دارند پاره ای رسانه ها گزارش دادند که بین او و ظریف در این نشست بر سر سرنوشت اسد و دورنمای سیاسی سوریه برخورد لفظی پیش آمده است حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقای وزارت امور خارجه ایران در واکنش به سخنان اخیر وزیر امور خارجه عربستان به او هشدار داده که در صدد آزمایش صبر و شکیبایی ایران بر نیاید وزیر امور خارجه عربستان در نشست وین از ایران خواسته بود که نظامیانش را از سوریه بیرون بکشد آقای امیر عبداللهیان گفته ما در سوریه جنگجویی نداریم بلکه مستشار نظامی داریم که به درخواست دولت سوریه برای مبارزه با تروریسم در این کشور حضور دارند و رفتار جمهوری اسلامی با تروریست ها در سوریه هیچ ارتباطی با عربستان ندارد عادل الجبر پیشتر گفته بود که در سوریه ایران را به عنوان اشغالگر سرزمین های عربی میشناسند عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران هم روز دوشنبه 11 آبان ماه در یک برنامه ویژه خبری در تلویزیون ایران درباره نشست وین گفت کشمکش های زیادی بود و دیالوگ‌های های بین ما و عربستان پرتنش بود و صداها بالا رفت حتی وزرای خارجه یکی از کشورها با عصبانیت اعلام کرد که ظاهرا ما آمده ایم که خواستهای ظریف را برآورده کنیم آقای عراقچی گفت آقای ظریف سنگ تمام گذاشت تا خواستای ما وارد سند شود اگر متن اولیه منتشر میشد میدیدیم که چقدر با متن نهایی فاصله داشت و خواستای اصولی ما در این بیانیه دیده می شود و سند نهایی می تواند مبنایی برای مذاکرات طولانی و پیچیده در آینده شود در پایان نشست وین اعلام شد که کشورهای شرکت کننده در این مذاکرات بر سر آغاز دور تازه از تلاشهای بین المللی برای برقراری آتش بس و برگزاری انتخابات تازه در سوریه توافق کردند اما در مورد آینده بشار اسد به توافق نرسیدند همزمان عبداللطیف بن راشد زیانی دبیر کل سازمان همکاری خلیج فارس نیز روز دوشنبه 11 آبان ماه از ایران خواست که نیروهایش را از سوریه خارج کند به گفت ما همیشه دستهایمان را برای صلح و آشتی به سوی ایران دراز کردیم امیدواریم ایران حسنیت خود را ثابت کند و به درخواست ما پاسخ دهد ده محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه 11 آبان از شرایط پس از برجام و آنچه وی تلاش دشمن برای انحراف افکار عمومی و نفوذ در ایران خواند به عنوان فتنه چهارم نام برد. آقای جعفری که در دانشگاه تهران سخنرانی می کرد با بیان اینکه جمهوری اسلامی تا کنون با چهار فتنه بزرگ مواجه بوده است گفت ما در هر دهه از انقلاب یک فتنه بزرگ داشتیم که هدف آن اتمام انقلاب اسلامی بوده است. او افسود اولین فتنه بزرگ جنگ هشت ساله بود و در جنگ هدف دشمنان این بود که بتوانند انقلاب را منحرف کرده و مشکل اساسی ایجاد کنند اما ایستادگی و مقاومت مردم و منحرف نشدن از دستورات الهی نتیجه را برعکس کرد او فتنه ده سال دوم را فتنه ای فرهنگی، سیاسی و امنیتی خواند و به حوادث کوی دانشگاه در سال 78 اشاره کرد. جعفری در این باره گفت در دهه دوم انقلاب با این تفکر مواجه شدیم که انقلاب اسلامی تا کی هر روز که انقلاب نمی کنند این تفکر به داخل حاکمیت نیز نفوذ کرد و حضرت آقا اعلام کردند که انقلاب ما یک امر دائمی است او سپس با اشاره به اعتراضات پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 1388 از آن با عنوان فتنه 88 نام برد و آن را برای انقلاب اسلامی به مراتب خطرناکتر از جنگ برشمرد. فرمانده سپاه پاسداران ایران سپس با اشاره به آنچه فتنه چهارم خواند توضیح داد که این فتنه به بهانه ای شروع شد و موضوع تحریم و فشار اقتصادی در متن اصلی قرار گرفت او نفوذ و به انحراف کشیدن مسیر انقلاب اسلامی را هدف این فتنه خواند فرمانده کل سپاه گفت توافق ما را در فضای جدیدی قرار می دهد و این فضا شرایطی دارد و بستر نفوذ برای دشمن باز می شود. برای این مسئله چند دلیل وجود دارد یکی اینکه مذاکرات بالاخره به نتیجه رسیده و برخی مسئولین مرتب تکرار می کنند که می شود با دشمن مذاکره کرد با این همه جعفری گفت که رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را معادل نفوذ می داند. فرمانده کل سپاه ادامه داد عمق این خطر هنوز حس نشده است و اگر بخواهیم نسبت به خطر نفوذ توجه و اقدام کنیم باید جلوی برخی کارها که در حال انجام است را بگیریم او زمان عبور از فتنه چهارم را طولانی تر ارزیابی کرد و گفت که امکان دارد سالها ادامه داشته باشد. آقای جعفری در نشست روز گذشته همچنین در پاسخ به این سوال که موضع سپاه در قبال مسائل و تحولات منطقه و به خصوص سوریه پس از کنفرانس وین چیست گفت موضع ما همان موضع مقام معظم رهبری است ایشان فرمودند که ما در مورد سوریه با آمریکایی ها مذاکره نمی کنیم او در ادامه با بیان اینکه اقداماتی را انجام داده ایم که بخشی از آنها قابل بیان نیست بر استفاده از همه توان سپاه برای کمک مستشاری به مردم و دولت سوریه تأکید کرد. آقای جعفری با انتقاد از کسانی در داخل که به گفته او درباره سوریه درک درستی ندارند تصریح کرد برخی مسئولین میگویند چرا روی آقای اسد حساس هستید اسد باشد یا دیگری چه فرقی دارد اما ما با ابراز تاسف باید به آنها بگوییم شما درک درستی از سوریه ندارید مقاومت در سوریه به آقای اسد وابسته است و نمیتوانیم این موضوع را نادیده بگیریم ما از آقای بشار اسد که مقابل اسرائیل مقاومت کرده حمایت کرده و میکنیم و تنها در صورتی راضی میشویم که ایشان از صحنه کنار برود که مردم سوریه در انتخابات چنین نظری داشته باشند. به گفته او دشمن درباره اسد حساسیت هایی دارد. آنها میگویند اجازه دهید اسد کنار برود و هر کاری خواستید ما میکنیم اما ما میدانیم که نقش آقای اسد در مقاومت چقدر است. فرمانده سپاه پاسداران همچنین درباره کمک های ایران به یمن گفت ما کمک هایی را که می انجام دادیم و هر کاری را در بعد مستشاری که بتوانیم و از دستمان براید انجام می دهیم. چرا که در شرایط کنونی انصار الله در یمن جا افتاده است. فرمانده سپاه یکی از اثرات ایفای نقش در منطقه از سوی ایران را مثبت شدن نگاه مردم عراق به ایران دانست، او یکی شدن دلهای مردم عراق، سوریه و ایران را زمین ساز ظهور امام دوازدهم شیعیان خواند. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 11 آبان در شبکه تلویزیونی انبیسی اعلام کرد که اعزام نیروهای ویژه آمریکا به سوریه به معنای آغاز حمله زمینی این کشور علیه گروه دولت اسلامی نیست پیشتر مقامات آمریکایی گفته بودند ایالات متحده در صدد تغییر خط خود در مقابله با گروه تروریستی دولت اسلامی در سوریه است یک نماینده بلندپایه دولت آمریکا روز جمعه هشتم آبان گفت ایالات متحده آمریکا در روزهای آینده شمار اندکی از نیروهای ویژه خود را به شمال سوریه اعزام خواهد کرد کاخ سفید نیز با انتشار بیانیه‌ای این خبر را تایید کرد به گفته این مقام آمریکایی شمار افرادی که در این مأموریت شرکت دارند کمتر از پنجاه سرباز است وظیفه این گروه هماهنگ کردن مبارزه مخالفان سوری و کرد در پیکار با گروه تروریستی داعش است اما اظهارات اخیر آقای اوباما برخلاف تفسیرهای رسانه های بین المللی و کارشناسان نظامی است ناظران سیاسی پیشتر گسیل سربازان آمریکایی به سوریه را به معنای تغییر تاکتیک آمریکا در مبارزه علیه داعش پس از دخالت نظامی مستقیم روسیه در سوریه ارزیابی کرده بودند رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه اخیر خود تأکید کرد که اعزام نیروهای ویژه به سوریه به معنای شرکت سربازان این کشور در جبهه های زمینی علیه داعش نیست آقای اوباما تصریح کرد که آمریکا پیش از این نیز عملیات مشابهی در سوریه انجام داده است به گفته آقای اوباما حضور نیروهای ویژه آمریکا در سوریه جنبه مستشاری خواهد داشت رئیس جمهور آمریکا افزود که وظیفه این نیروها مشابه اقدامات نظامی این کشور در عراق نخواهد بود باراک اوباما در سپتامبر 2013 اعلام کرده بود که اجازه نخواهد داد که سربازان آمریکایی با چکمه های خود بر خاک سوریه قدم بگذارند به نظر میرسد اظهارات اخیر آقای اوباما مبنی بر عدم مبارزه زمینی سربازان آمریکایی در سوریه برای جلوگیری از به شکست کشاندن تلاش‌های دیپلماتیک و یافتن راه حلی سیاسی برای بحران سوریه است از سوی دیگر روز سهشنبه دوازده آبان گزارش کمیته امور خارجه مجلس عوام پارلمان بریتانیا در مورد احتمال مشارکت این کشور در عملیات هوایی در آسمان سوریه منتشر شد که در آن قویاً با شرکت نیروی هوایی این کشور در عملیات در حریم هوایی سوریه مخالفت شده است از زمان تشکیل اطلاف به رهبری آمریکا برای مقابله با پیشروی داعش در تابستان سال گذشته نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در عملیات هوایی در عراق شرکت داشته اما از ورود به حریم هوایی سوریه برای حمله به مواضع داعش خودداری ورزیده است عملیات هوایی در عراق به دعوت و با موافقت دولت این کشور صورت گرفته و به نظر دولت بریتانیا و برخ دیگر از دولتهای غربی عضو اطلاف مقایرتی با حقوق بین الملل ندارد در مقابل انجام عملیات هوایی بر فراز خاک سوریه بدون اجازه دولت آن کشور یا کسب مجوز از مراجع بین المللی به اجرا گذاشته شده و به همین دلیل بریتانیا و برخی دیگر از کشورهای عضو اطلاف نسبت به قانونی بودن آن اطمینان ندارند. روز گذشته شماری از رسانه های خبری گزارش کردند که آقای کامرون تصمیم خود در مورد گسترش عملیات نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا به سوریه را مورد تجدید نظر قرار داده و به ویژه ورود روسیه به عملیات هوایی در سوریه در این تغییر نظر مؤثر بوده است دفتر نخست وزیر هنوز لقب تصمیم مشارکت در عملیات هوایی در سوریه را تایید نکرده است همزمان وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروی هوایی این کشور موازه گروه داعش را در حوالی شهر باستانی پالمیرا بمباران کرده است فعالان سوری با تایید انجام این حمله میگویند که جنگنده های روسی منطقه ای در اطراف یک قلعه بازسازی شده قرن سیزدهم میلادی را در اطراف این شهر هدف قرار دادند در همین حال یک گروه فعال حقوق بشر میگوید ممکن است جنگنده های روسی یک قلعه تاریخی را در شهر پالمیرای سوریه بمباران کرده باشند به گزارش اسوسیتد پرس گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است روز دوشنبه اعلام کرد حداقل در هشت حمله هوایی یک منطقه تاریخی در شهر پالمیرا مورد هدف قرار گرفته است این گروه میگوید جنگنده های روسی مزنون اصلی این بمباران ها هستند در خبری دیگر از سوریه الیاس مراد رئیس اتحادیه خبرنگاران سوریه به خبرنگارانی که قصد عظیمت به این کشور برای پوشش وقایع را دارند هشدار داد که باید از راه های قانونی وارد سوریه شوند و قوانین را رعایت کنند به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه آقای مراد در واکنش به نامه هایی که اتحادیه خبرنگاران سوریه درباره ناپدید شدن تعدادی از خبرنگاران خارجی در سوریه دریافت کرد این هشدار را داده است آقای مراد اراد گفته دمشق در قبال سرنوشت خبرنگارانی که از راههای غیرقانونی وارد سوریه شده و یا میشوند هیچ مسئولیتی ندارد اما اگر اطلاعاتی در مورد آنها دست آورد تلاش میکند آنها را نجات دهد آیت الله علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر دشمن بودن آمریکا گفته است اشتباه مصدق پس از ملی شدن صنعت نفت تکیه اعتماد و امید به آمریکا بود رهبر جمهوری اسلامی دوازدهم آبان ماه از اینکه بعضی به بهانه مسائل جزئی داخلی دشمن را فراموش می کنند انتقاد کرده و گفته است اینکه امام مکرر فرمودند هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید برای همین بود این سخنان علی خامنه ای در دیدار با تعدادی از دانشجویان و دانش آموزان حامی وی در آستانه 13 آبان ماه بیان شده است 13 آبان ماه سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران توسط گروهی است که به دانشجویان مسلمان پیرو خط امام معروف بودند این روز در تقویم رسمی جمهوری اسلامی به عنوان روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی ثبت شده است اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 باعث شد تا ایالات متحده روابط سیاسی و دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع کند و از آن پس بود که وضع تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه ایران آغاز شد. رهبر جمهوری اسلامی در سخنان دوشنبه خود با تمجید از این اقدام گفته که اسناد سفارت آمریکا در تهران پس از اشغال نشان میدهد که آمریکایی‌ها در هنگام اوج نهضت و پیروزی انقلاب دائم در حال توطئه علیه جمهوری اسلامی بودند. آقای خامنه ای در توضیح شعار مرگ بر آمریکا که پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی به شعار ثابت مراسم حکومتی در سراسر ایران تبدیل شده گفته است این شعار یعنی مرگ بر سیاست های آمریکا مرگ بر استکبار این دارای پشتوانه اقلانی است و قانون اساسی و تفکرات اقلانی ما به این ناطق است و این مسئله برای هر ملتی قابل فهم است اما مراد از این شعار ملت آمریکا نیست علی خامنه ای در ماه اخیر و به خصوص پس از توافق جامع هسته نمایندگان جمهوری اسلامی با قدرت جهانی بارها درباره نفوذ آمریکا به داخل ایران هشدار داده است. او معتقد است که دشمنی ایالات متحده آمریکا با ایران ادامه دارد و با توافق هسته پایان نمی پذیرد. رهبر جمهوری اسلامی در سخنان خود نیز گفته آمریکایی‌ها در مذاکرات به مناسبت اینکه با جنگ مخالفیم جلوی دوربین اشک هم می‌ریزند اما افسوده است این همان آدمی است که وقتی صهیونیست‌ها صدها کودک را در غزه قطع قطع می‌کنند و امروز هم به شکل دیگری در کرانه باختری حمله می‌کنند اخم هم نمی‌کند آن وقت گریه جلوی دوربین به عنوان یک عمل صادقانه تلقی می‌شود به نظر می آید اشاره ای آقای خامنه ای به سخنان وندی شرمن از مذاکره کنندگان ارشد آمریکا در گفتگوهای ای با ایران و های جهانی پس از امضای توافق اتمی است که در آن با گریه به سخنان جانکری وزیر امور خارجه این کشور درباره مزیت صلح بر جنگ صحبت می کند اما رهبر جمهوری اسلامی با غیر دانستن این سخنان گفته است یکی از کارهای آمریکایی‌ها این است که وانمود کنند اگر هم دیروز دشمنی داشتند امروز دیگر دشمنی نمی کنند آقای خامنه‌ای هدف از چنین مسئله‌ای را این دانسته که چهره دشمن برای ملت ایران پنهان بماند تا بتوانند خنجر را فرو کنند نتیجه شگفت انگیز و کمتر قابل پیش بینی که روز یک شنبه در انتخابات پارلمانی ترکیه رقم خورد در طی 48 ساعت گذشته در فضای عمومی و رسانه‌ای واکنش های گوناگونی رو در پی داشته. تکیه اصلی همه تحلیلگران خبرگوزی ها و بسیاری از کارشناسان بر داده های آماری این مدت مؤسسات نظرسنجی در ترکیه بود و خب از آنجا که در سه دور انتخابات قبلی که در طی دو سال گذشته انجام شده بود معمولا داده های این مؤسسات خیلی قابل اعتماد بودن این بار هم همه نگاه ها و تحلیل ها پیش از آغاز رأیگیری به همین آمارها و آزمون سنجی ها بود اما همانطور که اشاره کردم اونقدر پیروزی مطلق حزب عدالت و توسعه غیر منتظره بود که نه تنها مردم ناظران و کارشناسان بلکه حتی خود مؤسسات نظرسنجی و بالاتر از آن اعضای حزب عدالت و توسعه هم از نتیجه به دست آمده ابراز شگفتی کردن تا جایی که مؤسسات نظرسنجی در ترکیه از بابت ناتوانی در پیشبینی درست انتخابات از مردم پوزش خواستند. اما واکنش روزنامه ها در ترکیه به ویژه روزنامه های جناح مخالف به این رویداد. داد روزنامه جمهوریت ارگان مطبوعاتی سکولارها و منتقد دولت این پیروزی رو پیروزی ترس و وحشت تیت زد و معتقد بود این پیروزی نتیجه نگرانی مردم از ناامنی بود جمهوریت هم به اشتباهات مؤسسات نظرسنجی اشاره داشت روزنامه سوزجو هم که یک روزنامه منتقد دولت هست اشاره کرده به سیاست های این پنج ماه دولت در جهت مردم حراسی به ویژه با برجست نمایی موضوعاتی چون ناامنی افزایش نرخ دلار و افزایش ترور و همه اینها رو یک ترفند انتخاباتی برای پیروزی آقای ارغان میدونه به طور کلی روزنامه های طیف مخالف و یا رقیب دولت اینگونه تحلیل میکنن که و تمام بحران این پنج ماه یک تاکتیک از سوی حزب عدالت و توسعه برای گرفتن نتیجه از این انتخابات بود اما روز گذشته در حالی که به نظر میرسید آقای ارغان نماز شکرگزاری رو در مسجد ایوب سلطان استانبول به جامیاره در گفتگو با خبرنگاران و در اشاره به انتخابات روز یکشنبه گفت که من تا کنون چنین بلوغ دموکراتیکی رو در جهان ندیده بودم او همینطور از جهان خواست تا به نتایج انتخابات ترکیه احترام بگذارن اما از سوی دیگه پس از پایان انتخابات در ترکیه هیئت ناظران اروپایی که برای نظارت بر انتخابات ترکیه به این کشور اومده بودن گزارش خودشون رو منتشر کردن اگرچه این گزارش نگاه مثبتی به انتخابات ترکیه داره اما در مواردی به محدودیت برای برخی احزاب اشاره میکنه از جمله سانچز آمور رئیس هیئت ناظران اروپایی گفته که به در جنوب شرقی ترکیه یعنی استانهای کردنشین به دلایل ناامنی امکان کمپین تبلیغاتی چندانی برای احزاب دیگه وجود نداشته همینطور به تغییر محل صندوقها اشاره شده به بهانه نبودن امنیت که همین موضوع باعث شده بسیاری از رایدهندگان دهندگان در مناطق کردنشین یا نتونن رأی بدن یا برای رأی دادن ناچار شدن که به شهرها و روستاهای دیگه برن به نوعی اشاره به ناعادلانه بودن فضا در برخی مناطق میشه در این گزارش. اما با اعلام پیروزی حزب عدالت و توسعه بلافاصله روز دوشنبه ارزش لیر در مقابل ارزهای خارجی افزایش پیدا کرد و این روند افزایشی ادامه داره از سوی دیگه حزب عدالت و توسعه گفته که زودتر از موعد قانونی اقدام به تشکیل دولت خواهد کرد بر اساس قانون اساسی ترکیه حزب پیروز ظرف 45 روز باید تشکیل کابینه بده به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا یکی دیگر از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه کشته شده است ایرنا در گزارشی در روز سهشنبه دوازده آبان خبر داد که سردار عزت الله سلیمانی سه روز پیش در مأموریت مستشاری در سوریه کشته شده است پیکر این فرمانده سپاه در سهشنبه دوازده آبان به شهر کرد منتقل شده است برخی از مقامات رسمی کشور از جمله استاندار چهارمحال و بختیاری در فرودگاه شهر کرد حضور داشتند. به گفته سردار رضا محمد سلیمانی فرمانده سپاه قمر بنی هاشم در استان چهارمحال و بختیاری عزت الله سلیمانی یکی از پاسدارانی بوده که در مبارزه علیه گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی در کردستان نیز حضوری چشمگیر داشته است. سایت های وابسته به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی گزارش می دهند که در روز گذشته حمید فاطمی یکی از فعالان فرهنگی در شهر اهواز نیز در سوریه کشته شده است. جمهوری اسلامی کشته شدگان خود در سوریه را شهیدان مدافع حرم حضرت زینب در سوریه می خاند. به گفته ی سایت های داخلی ایران حمید فاطمی بیستمین شهید مدافع حرم تنها از استان خوزستان است که در سوریه کشته شده است. تا کنون گزارشی رسمی درباره شمار کشته شدگان نظامی ایران در سوریه منتشر نشده است اما در دو هفته گذشته خبرهای متعددی از مراسم ختم و خاکسپاری کشته شدگان ایرانی در سوریه در سایت ها و روزنامه های داخلی ایران انتشار یافته است سایت مشرق نیز در گزارشی ضمن اشاره به عملیات محرم در سوریه، شمار کشته شدگان ایرانی در عملیات محرم در سوریه را 34 تن ذکر کرده است. بنا به گزارش مشرق، سجاد حسینی و عزت الله سلیمانی در جریان عملیات محرم کشته شدند. عملیات محرم بخشی از حمله زمینی نیروهای حامی بشار اسد به شورشیان است که پس از حملات هوایی روسیه به مخالفان آغاز شده است. به رغم افزایش شماره کشته شدگان نظامی ایرانی در سوریه مقامات رسمی جمهوری اسلامی حضور مستقیم نظامی در سوریه را انکار کرده و همچنان مدعیند که کمکهای ایران به رژیم سوریه در سطح مشاوره های مستشاری است. جیمز کلاپر مدیر اطلاعات ملی آمریکا گفت هنوز نشانه ای از تروریستی بودن حادثه سقوط هواپیمای روسی در مصر وجود ندارد. مدیر اطلاعات ملی آمریکا که بر 17 سازمان اطلاعاتی این کشور نظارت دارد روز دوشنبه 11 آبان ماه گفت هنوز هیچ شواهد مستقیمی از مداخله تروریستی دیده نمی شود اما احتمال آن را رد نمی کنه. روز شنبه 31 اکتبر هواپیمای ایرباس A321 ای که از شرمالشیخ در مصر به سمت سن پترزبورگ در روسیه پرواز می کرد سقوط کرد و همه 224 سرنشین و خدمه آن کشته شدند. یک سخنگوی دولت روسیه پیش از این گفته بود که اقدام تروریستی میتواند یکی از عوامل احتمالی سقوط این هواپیما باشد. با این حال الکساندر نراتکو سرپرست سازمان حمل و نقل هوایی روسیه گفت هنوز زود است درباره علت سقوط گمان زنی شود همزمان عبدالفتاح هلسیسی رئیس جمهور مصر گفت که هنوز قضاوت درباره علت حادثه زود است رئیس جمهوری مصر ادعای گروه های پیکارجوی اسلامگرا دایر بر ساقط کردن هواپیما را تبلیغات خواند و گفت این راهی برای آسیب زدن به ثبات و امنیت مصر و وچه مصر است. پیشتر یک مقام رسمی شرکت هوایی متروجت گفت هیچ پیامی در خصوص نقص فنی هواپیما میان خدمه و برج مراقبت رد و بدل نشده است و تنها دلیل منطقی این میتواند باشد که عاملی خارجی علت سقوط بوده است الکساندر سمیرینوف معاون رئیس شرکت هوایی متروجت خطای خلبان و نقص فنی هواپیما را رد کرد این هواپیما پیش از سقوط سرعتش کم شده و به سرعت ارتفاعش کاهش یافته و هیچ تلاشی از سوی خدمه برای گزارش وضعیت هواپیما صورت نگرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سقوط هواپیما را یک تراژدی عظیم خوانده و آن را به خانواده قربانیان تسلیت گفته است.